آغاز تمرین دریایی امنیت پایدار 1400 در دریای خزر. در این تمرین نظامی انواع یگان‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی همچون ناو موشک‌انداز، هواپیماهای نظامی، پهپادهای دریاپایه، سامانه‌های جنگ الکترونیک و همچنین تفنگداران و تکاوران دریایی توان خود را به نمایش گذاشتند. یک عملیات تاخت آبخاکی بود. در این منطقه‌ای که الان مشاهده می‌فرمایید، دو سایت موشکی و راداری دشمن بود که هر از گاهی عملیات ایذایی بر علیه شناورهای ما انجام می‌دادند که خوشبختانه تیم‌های تکاور و اس‌پی‌اس ما تونستن با یک برنامه‌ریزی خوب و منسجم با موفقیت این عملیات رو به پایان برسونه. این تمرین دریایی در منطقه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر به منظور حراست از آب‌های سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصلاتی انجام شد. تصرف شناورهای سطحی و بازپسگیری سواحل با درخشش تکاوران و انجام عملیات موفقیت آمیز پهپادهای ساخت ایران، یسیر و ابابیل از دیگر بخش‌های تمرین دریایی امنیت پایدار بود. موارد نظری و تئوری که در مراکز آموزشی دانشگاهی و دانش آموزی نیروی دریایی تدریس میشه در این دریا به طور عملی به مورد اجرا گذاشته میشه. آنچه که در همه فعالیت های دریایی مهم است ایجاد هماهنگی بین سطح، هوا و یگان های عملیات ویژه است که الحمدلله این هماهنگی به نحو بسیار مطلوبی در این تمرین به منصه ظهور و بروز رسیده شد. برافراشته شدن پرچم کشورمان و رژه یگان های سطحی و پروازی نیروی دریایی حسن ختام این تمرین نظامی بود. تمرین دریایی امنیت پایدار در سه سطح هوایی، زمینی و دریایی برگزار شد تا علاوه بر ابلاغ پیام صلح و دوستی، اقتدار نظامی نیروهای دریایی را به تصویر بکشه و اعلام کنن راه ما راه حسین است. سعید بخشی‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بندر انزلی.